چندین ماه طرف‌های مذاکره کننده صلح افغانستان یکدیگر را متهم به حاضر نشدن به میز مذاکره صلح کردند و تازه مذاکرات اثر گرفته شده است. فرستاده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان بار دیگر به قطر رفته و تلاش دارد دو طرف را تشویق به ادامه گفتگوهای صلح کند. زلمه خلیلزاد میگوید که او قصد دارد این بار با همه طرف‌ها در افغانستان، منطقه و جهان برای پایان جنگ افغانستان راه حل پیدا کند. هیئت مذاکره کننده افغانستان اما همچنان در انتظار اعلام موقف گروه طالبان برای دوام مذاکرات. د افغانستان د اسلامي جمهوری دولت د مذاکره پلاوی د مذاکراتو د ګړندیتوب لپاره د تسهیل کوونکي او یا هم منځګړي غوښتنه کړې ده. د مقابل لوري نه تمه کیږي چې خپل دریځ اعلان کړي. زلمه خلیلزاد گفته است که بحران افغانستان تنها از راه گفتگو میتواند حل شود. ریاست جمهوری هم از طالبان میخواهد که این بار با نیت صادقانه وارد گفتگوهای صلح شود. حکومت افغانستان تمام اقدامات عملی برای صلح را انجام داده و همواره در میز گفتگوها حاضر بوده. وقت آن است که طالبان دست از جنگ و خشونت و قتل عام مردم بردارند و به میز مذاکرات صادقانه حضور یابند. هرچند آمریکا همواره تاکید کرده است که به حضور دیپلماتیکش در افغانستان حتی پس از خروج نیروهایش ادامه خواهد داد، اما شماری همچنان نگران تنها گذاشتن افغانستان از سوی آمریکا است. دی خلیلزاد در سفر زکه مهم ده سی بلدی لاری نسیمی نړۍ او افغانستان افغانانو ته امریکا پیغام لري سی دوی لا هم د افغانستان سولې څخه ملاتړ کوي، غواړي د افغانستان کشاله د سولې حل لارې له لارې نه حل شي. قرار است زلمه خلیلزاد در یک نشست بین المللی روابط منطقه‌ای به میزبانی ازبکستان در شهر تاشکند اشتراک کرده و روی اجماع منطقه‌ای برای روند صلح افغانستان نیز گفتگو کند.